الان همینجا نوشته ای به دست من دادن و شهادت یکی از آقایون هست که اسمشون ننوشتن و نوشتن که رحیم میرسوفیانی فردی ساواکی که در سال 53 دستگیر می شود و بعد از این برای رژیم همکاری با ساواک داشت که در این رابطه همیشه بچه ها از وی فراری بودن. همینطور من در فاصله از ظهر تا حالا شنیدم که عده‌ای از فعالین رو که در گروه های متعددی در آبادان فعالیت سیاسی می کردن آقای رحیم امیرسفیانی با نفوذ در اون گروه ها و در این فعالیت ها سبب لو رفتن اونها و دستگیری های اونها شده است. با توجه به اون چه که در پرونده منعکس است و این که فرج قبل از اینکه به خونه حسین تکبری‌زاده بیاد و شروع بکنن عملیات رو دیدار داشته است با رحیم امیرسفیانی و به هر حال با نقشی که ایشون داشته اگر فرج هم به دیدار او نمی رفته او لابد می آمده و خبر از اینها می گرفته از کار و فعالیتشون، گمان می کنم گوشه ای از اونچه که تا کنون مکتوم بوده است و البته هنوز هم شاید باشد نقاط مبهمی که هنوز در پرده پامه روشن شده باشد به اینکه برای یک منبع خبری که در زیر سیطره سواک و سلطه سواک به انجام وظیفه شومش مشغول بوده دادن این خبر و بعد تعقیب سواک از این مطلب و ختم موضوع به این صورت جنایت آمیز کاری بسیار آسان بوده است. دلایل و قرائن متعددی که در پرونده منعکسه و الان به ذهن من یک نمونش میرسه اینه که وقتی که آتش سوزی اتفاق میفته خب قاعدتاً اولین کسی که میتونسته خارج بشه از ماجرا از اون سالون از اون وضعیت متهم حاضر و دوستانش بوده اند که مطلع بودن که چه خبر هست، چه مواد ریخته شده، اگر آتش گرفته باشه چه وضعیت مخاطر آمیزی است. بنابراین قاعدتاً اگر حسین تکبری‌زاده واقعاً پس از آتش دادن وارد سالون شده باشد پس از اولین کسانی میتونسته باشه که خارج از سینما شده است، به جهت اینکه ممکنه تماشاچی عادی نمیدونسته چه خبره و فکر میکرده آتش سوزی جزئی است ولی خود اینها میدونستن. حسین در اظهاراتش گفته است که وقتی خارج شدن ماموران پلیس دور تا دور سینما رو گرفته بودن تا این حد که چند نفرم که خارج شدن گرفتند و زدند. همینطور عده زیادی شهادت دادند که با فاصله اندکی مأموران ارتش، سربازان پادگان بلافاصله در محل حاضر میشن و تا 200-300 متری اطراف سینما رو از گویا سراح جوج و اون بالای خیابان امیری اینها که من دقیقا محلها رو وارد نیستم محاصره میکنن، در صورتی که اگر صرفا آمدن اونها و آمادگی اونها بعد از اعلام شهربانی به اونها بوده همونطور که سرکار ستوان احیایی در تحقیقاتشون گفتن بعد از ساعت 10 و 10 دقیقه باید می آمدند و حاضر می شدند و نه قبل از اون، در صورتی که حسین که در دقایق اول خارج شده و شهود دیگری که نجات یافتند و در دقایق اول حاضر شدند اظهار کردند که وقتی خارج از سینما به خیابان رسیدن اولا پلیس اونجا حاضر بوده است، ثانیا با فاصله اندکی سربازان منطقه رو محاصره میکنن به حدی که وقتی تعداد از افسران شهربانی به محل میرسن و وقتی فرماندار آبادان به محل میرسه سربازان جلوشون رو میگیرن، در صورتی که افسران شهربانی و ماموران شهربانی با اجرای طرح احضار پرسنل با فاصله بسیار کم از وقوع واقعه مطلع از واقعه شده بودند و به هر وسیله ممکن خودشون رو سعی کردن به محل برسونن، بنابراین سربازان جلوتر از افسران که احضار شده بودند در محل بودند. و این قرائن و قرائن متعدد دیگری که در پرونده منعکسه نشان دهنده این هست که دستگاه امنیتی و انتظامی دورادور مراقب اوضاع بوده است. نقشه ای رو من در تحقیقاتی که از آقای نصرالله شده بود دیدم که ایشون از ذهنش کشیده بودند برای آقای بازپرس و اون حدودی رو که مأموران محاصره می کنند منعکس کرده بود که می گوید وقتی من آمدم منطقه ای که از خیابان امیری از یک طرف و از چهار راهی که پایین خیابان امیری است با زند گویا و از همونجا تا مجسمه شهرداری و از این طرف تا جایی که الان مقر سپاهه
و اون ور پمپ بنزین در خیابان شهرداری. این منطقه رو که من چون وارد زیاد به شهر و نقشه آبادان نیستم دقیق نمیتونم توضیح بدم، این قسمت به وسیله سربازان محاصره شده بوده است و نه حتی دور نزدیک، به اصطلاح فاصله نزدیک به سینما و فقط اطراف سینما. و با توجه به اینکه اون روزها اصولا نه وضعیت قرمز اعلام شده بوده و نه حکومت نظامی بوده، در یک شرایط عادی نمیبایست ارتش به این صورت و به این سرعت آماده این بوده باشد که وارد عمل بشود. و این نیست جز اینکه قبلا مراقب وضع بودند. صبح یکی از تماشاچیان محترم نوشته ای رو دادن، من متاسفانه الان نمیدونم که جزء کدوم یکی از اوراق من هست، ممکنه بعد پیدا کنم و بخونم. ایشون نوشتن که چون تلفن شده بود به شهربانی و در جریان بودند که سینما آتش زده خواهد شد، مأموران در مغازه‌های آجیل فروشی و چند موازی دیگر روبروی سینما مراقب اوضاع بودند و از همون دقایق اول مترصد بودند که وارد عمل بشن. کیفیت نتایجی که از این عملیات در واقع به دست آمده است هم نشون دهنده این واقع هست که این کاری صرفاً منبعث از این چهار نفر و ناشی از این چهار نفر و به ابتکار شخصی این چهار نفر نبوده است. دلیل عقلی اولیه و بدیهیش این است که اگر اینها لااقل اون سه نفر میدانستند که چنون سرنوشت در انتظارشون هست، طبعا داخل سینما نمیرفتن و نمیسوختن. این که حسین تکبری‌زاده در تحقیقاتش و در اظهاراتش و در مدافعاتش عنوان میکنه که وقتی که کبریت رو میزنه تمام سینما رو پر آتش میبینه، و این که به هیچ وجه نه ایشون اظهار کرده است و نه در پرونده منعکس است که ایشون یا دوستانش به قسمت زیر کولر، زیر اتاق آپارات سینما ماده‌ای پاشیده شده باشه، مطابق نظر کارشناسان یکی از کانون‌های آتش زیر آپارات بوده و طبعاً چهار نفر آدمی که میخوان در جهت به قول خودشون و به خیال خودشون در جهت انقلاب جایی را آتش بزنن، مسلماً انقدر ترسان و هراسان بودند که اگر به دیوار هم ماده مایعی رو پاشیده باشن نمیتونن بیان داخل این سینما و به سقف سالن که زیر آپارات هست ماده آتشزا رو بپاشن. و اینها در سالن به وسیله کارشناسان دیده شده است. و سؤالی رو که من در کیفرخواست چندین بار تکرار کردم، مجدداً تکرار میکنم اینجا که این همه عملیات رو چه کسی کرده است جز گروه دیگری غیر از این چهار نفر؟ اگر تحقیقاتی که از آقای امیر سفیانی به عمل داره میاد به نتیجه برسه، به عرض دادگاه محترم خواهم رسید. اجازه میخوام که اگر وقتی باقی است من دنباله عرایزم رو بکنم. مطلبی که آقای تکبری‌زاده در دفاع از خودشون عنوان کردند این است که ایشان قصد سوزاندن مردم رو نداشتند و دوستانش قصد سوزاندن مردم رو نداشتند. غرض ما در بیان اون چی که به عرض می‌رسانیم غیر از شکافتن وجهه‌ها و جنبه‌ها و گوشه‌های مختلف این واقعه تأسف‌بار نیست. و اگر مطلبی رو عنوان می‌کنیم نه در جهت کوبیدن یک شخص خدایی نکرده یا یک گروه یا یک فکر یا یک طرز عمل، بلکه فقط به قصد کشف حق هست. ایشون اظهار داشتند که قصد این که مردم رو بسوزانند نداشتند و دوستانش هم چنین قصدی نداشتند. در جای دیگر از مدافعاتشون فرمودند که ما به سینما سهیلا رفتیم، تینر به اونجا ریختند
مأموریت من فقط این بود که کبریت بزنم. و چون چند نفر آمدند و رفتند از شویی، من منتظر شدم که اینها برگردند که مبادا من اگر آتش بزنم اینها بسوزند. در جواب سوال ریاست دادگاه که ازشون سوال کردند که شما تصور نمی کردید که اگر سینمای سهیلا را آتش بزنید مردم خواهند سو، ایشون اصرار کردند که ما به قسمت پشت سینما مواد پاشیدیم و قسمت جلو در باز بود، مردم با دیدن آتش از درها میتونستن خارج بشن، پس کسی آسیب نمیدید. در اینجا سوال دادسرا از متهم این است که شما که این برداشت رو داشتید و میدانستید که اگر جلو درهای ورودی سالن نمایش به انتظار سینمایی رو مواد آتش ساب بریزید و آتش بزنید، عملا مردم نخواهند توانست خارج بشن و عملا خواهند سوخت، چرا و چگونه مقابل هر چهار در سینما رو مواد ریختید؟ و آیا نتیجه منطقی و اولیه و بدیهی این طرز عمل این نبوده است که هر کس از هر کدوم از چهار در میخواست خارج بشه در محاصره آتش بود و نمیتوانست خارج بشه، کما اینکه نتونسته؟ و شما که قصد سوزاندن مردم را نداشتید، آیا این منطقی نبود که عملیاتتون رو برای ساعاتی بذارید که سینما خالی از تماشاچی بوده باشه؟ و اصولا سوال این است که شما که به سینمای سهیلا رفتید و ساعت 8:30 ظاهرا هست به اظهار خودتون از منزل خارج شدید، قبلا در اظهاراتتون فرمودید پیاده رفتیم و بعد الان فرمودید با تاکسی رفتیم و به هر حال رفتید و رسیدید به سینما سهیلا و دیدید که سینما سهیلا تعطیله، با توجه به اینکه سئانس آخر سینمای رکس هم در ساعتی در همون حدود بوده است، 8:30 یا 8:30، و با توجه به اینکه سینمای رکس با فیلم گوزن‌ها که نمایش میداده در اون روز سینمای پرمشتری بوده و چندین نفر از شهود از جمله کسانی که در همین دادگاه حضور داشتند و شهادتشون رو کتبا نوشتند و فرستادند، اصرار کردند که ما رفتیم برای گرفتن بلیت و سینما قبل از ساعت 8:30 بلیتش رو تمام کرده بود، چطور شما بلیت گرفتید و داخل سینما شدید؟ قبلا هم که سینما رو بلیتش رو رزرو نکرده بودید. مسائلی است که اگر دادگاه محترم لازم بدانن تقاضا میکنن متهم حاضر ضمن دفاعیاتی که به عنوان آخرین دفاع از خودشون میکنن در این موارد توضیح بدن. بله. آقای لورقبا یادداشتی مرقوم فرمودند و ذکر کردند که لطفاً به اطلاع دادگاه برسانید. متأسفانه من اسم آقای شاه محمدی را آقای علی محمدی معرفی کردم، از این اشتباه پوزش میخوام. برداشت دادسرا از نحوه عمل آقای تکب علیزاده و دوستانش، هرچند که ممکن است که شخص حسین تکب علیزاده واقعا در جریان کار به این صورت نبوده باشه، که این نیز غیر منطقی به نظر میرسه، به جهت اینکه وقتی کسی در معیت که چهار نفر وارد ماجرایی میشه که حداقلش دستگیری خودش و کشته شدن خودش و دوستانش و خانوادش است، این سوال از ایشون و از شخص ایشون، البته چون دوستانش دیگه در قید حیات ظاهرن نیستند، این هست که چگونه ایجاد شک و تردید برای شما نکرد همراهی چهار نفری که با دو نفر اونها به تازگی آشنا شده بودی؟ چگونه ایجاد شک و تردید برای شما نکرد وقتی که به محض اینکه شما از اتوبوس در آبادان در ایستگاهی چند ایستگاه جلوتر از گاراژ مسافربری پیاده میشید، دوستان شما به شما مراجعه میکنند و سراغ شما رو میگیرند؟ چگونه برای شما ایجاد تردید نکرد وقتی که شما رو به زور در یک روز برای دو عملیات دعوت میکنند و با وجود اینکه شما پیشنهاد میکنید که این عملیات برای فردا موکول بشه، مصر هستند و شما رو به هر تقدیر با خود همراه میکنند؟ چگونه برای شما ایجاد شک نکرد این مسئله که چگونه مواد به وسیله دو گروه
ریخته میشه و زدن کبریت به عهده شما محول میشه و چگونه برای شما ایجاد شک نکرد این مسئله که فرج برزکار قبل از اجرای عمل و ریختن مواد و زدن کبریت به بیرون از سالن نمایش میره و حدود 10 دقیقه بعد برمیگرده که این مدت هم برای آب خوردن و هم برای توالت رفتن مدت متناسبی نبوده و چگونه شما هیچ نمیپرسید که در این 10 دقیقه او کجا بوده و چگونه برای شما ایجاد شک نکرد این مسئله که وقتی وارد سالن سینما میشید و وقتی وارد عمل میشید هیچ کس از کارکنان سینما در سالن نبوده و نظایر این سوالات که اگر متهم حاضر جوابی برای بعض اونها داشته باشه گمان میکنم که در روشن شدن واقع مؤثر باشه. برداشت دادسرا از این موارد و از موارد دیگری که الان به عرض خواهم رسون این هست که متهم هرچند در بعضی موارد با صداقت مطالب رو ترک کرده در بیان پاره مطالب هنوز کوتاهی کرده است. متهم در ابتدای تحقیقات گفته است که من نزدیک در سیریالی بودم، با فشار مردم به بیرون پرت شدم و از پله ها غلط خوردم و پایین آمدم. اولا در بدن متهم، دوستانش یا فامیل نزدیکش هیچ آثار خراشی ندیدند. از طرف دیگر کسانی که با وضعیت مشابه وضعیت ایشون اظهار کرده اند که از پله ها غلط خورده اند و به پایین رسیدند، از جمله خانم شیرین قنبرزاده که به طوری که در تحقیقات اولیه شهادت دادند که چون تاریک بوده است و پاشون گیر کرده است و از پله ها غلط خوردند و پایین آمدند و نظاره ایشون، اینها به بیمارستان برده شدند و اونچه که ما از بیمارستان شیر خورشید بررسی کرده ایم دفاترش نشون میده که عده‌ای به عنوان ضربه به سر، ضربه به دست، خراشیدگی پا به بیمارستان برده شدند و پس از پانسومان یا یک معاینه و بررسی آزاد شدند، در صورتی که ایشون رو با وجود اینکه جز اولین کسانی بوده است که از سینما خارج شده نه جلب کردند به شهربانی و نه بردند به بیمارستان و نه هیچ آثار جراحت و زخم و کوبیدگی کوفتگی در بدن ایشون دیده شده است. همینطور ایشون با وجود اینکه در بار اول پس از انقلاب که گفته است من با صداقت دارم حرف میزنم و دیگه دروغ نمیگم، عنوان کردند که من نزدیک در سیریالی بودم و با فشار مردم به پایین و به بیرون رانده شدم و در توضیحاتی که در محضر دادگاه گفتند عنوان کردند که من در قسمت 40 ریالی بودم و از اونجا آمدم و پریدم از روی حائل بین سیریالی 40 ریالی و به نزدیک در سیریالی رسیدم و از اونجا با فشار مردم اومدم بیرون، که خود این تناقض مسئله ای رو پیش میکشه به اینکه بالاخره حقیقت در کدام یک از این دو قول هست. مسئله دیگر این است که متهم اظهار کرده است که پس از اینکه کبریت رو زدم و همه جا آتش بلند شد از در 40 ریالی از در بوفه وارد سالن شدم. سوال اینه که در اون تاریکی و در اون دود که همه دنبال پیدا کردن راهی بودند چگونه شد که از بین اون همه صندلی و اون همه جمعیتی که به هیجان آمده بودند و به اضطراب و به هم ریخته بودند و جیغ میکشیدند و داد میکشیدند شما تونستید خودتون رو از 40 ریالی به 30 ریالی برسونید، از حائل هم بپرید، زمین هم نخورید و با و زودتر از بقیه هم خارج بشید و نه دیگران و نه فرج و نه فلاح و نه ید الله. سوال دیگر این هست، شما که میگویید که من نمیخواستم مردم بسوزند، وقتی که به قول خودتون دیدید که فلاح آمد و کپسول آتش نشانی رو برداشت که کمک به مردم بکنه، شما چه کردید؟ شما چرا کمک نکردید؟ شما که سبب ساز این حادثه بودید و ایجاد کننده این حادثه و میگویید که نمیخواستیم کسی آسیب ببینه، چگونه شد که دیگه رسالتتون رو فراموش کردید و فقط به فکر فرار خودتون افتادید؟ چگونه شد که لااقل دادی نکشیدید و مردم رو خبر نکردید؟ چگونه شد که لااقل فرج و فلاح و ید الله رو صدا نکردید؟ چگونه اینا رها کردید و فقط خودتون رو در بردید؟ چگونه شد که وقتی از سینما باری به هر جهت حالا خلاص شدید هیچ به مردمی که اونجا ایستاده بودن، به پلیس، به دیگران نگفتید که بیان و به کمک مردمی که اونجا هستن بشتابید و
به قول خودتون در تحقیقات اولیه به خیابان زند و به قول اخیرتون که در دادگاه فرمودید اول به طرف شهربانی و بعد در اثر هجوم ماموران از شهربانی به طرف چهارراه زند فرار کردید. شما که دیده بودید که مردم در محاصره آتش هستند، چرا به جای اینکه کمکی هرچند کوچک برگردید و بکنید، رفتید و در منزل سراغ دوستانتون رو گرفتید؟ و اصلا با چی رفتید؟ با تاکسی رفتید؟ پیاده رفتید؟ در چه ساعتی رسیدید؟ از شما، از متهم در تحقیقات اولیه بارها سوال شده است که شما در چه صحنه ای از فیلم بود که خارج شدید. متهم گفته است که وقتی که بهروز وثوقی که نقش معتاد رو بازی میکرد رفت و اون توزیع کننده عمده هروئین رو کشت، من از سینما خارج شدم. که این ظاهرا حدود نیم ساعت سه ربع از فیلم گذشته باید بوده باشه. در تحقیقات اخیر ایشون عنوان کردند که چیزی از داخل سینما به خاطر نمیارم. همینطور در تحقیقات قبلا از ایشون شده است، در مقابل سوالهای مکرر بازپرسان به این که بالاخره بگویید که در چه ساعتی از داخل سالن آمدید بیرون و فیلم در کجای فیلم بود که شما بیرون رفتید، در کجای فیلم بود که به داخل سالن بازگشتید، در کجای فیلم بود که فرار کردید، ایشون نهایتا گفتند که اصولا من از بعد از اینکه کبریت رو زدم داخل سالن برنگشتم و این چیزایی هم که تا حالا برای شما گفتم از مردم شنیدم و برای شما بازگو میکنم. ایشون در ابتدای کارش که اصولاً باید گفته‌ها و اظهاراتش صادقانه و از روی استراب و بدون نقشه و طرح و بدون یک سازماندهی فکری بوده باشه، هم به سید محمود برادر سید یدالله هم به آقای عبدالله لرقبا گفتند که من بعد که کبریت را زدم رفتم توالت و از دریچه توالت فرار کردم. ولی بعدها منکر این قولشون شدم و گفتن من دروغ میگفتم و راستش رو الان میگویم و راستش این است که من کبریت رو زدم و داخل سالن رفتم. در تحقیقات اولیه گفتن که داخل سالن رفتم و داد کشیدم که مردم آتش گرفته، سینما آتش گرفته. در تحقیقات بعدی میگویند که نه، من زبانم بند آمده بود و دروغ میگویم، چنین چیزی نگفتم. که در محضر دادگاه هم چنین مطلبی رو عنوان کردن. اگر قصد متهم سوزاندن مردم نبوده، طبیعی است که اولین اقدامش کمک به مردم و کمک به دوستانش می بود، نه فرار. و روشن نیست که فرار ایشون از اون معرکه با وجود اینکه دوستانش در داخل آتش داشتن میسوختند به چه امری قابل تعبیره. از طرف دیگر وقتی که پس از ماها آقای تکب علیزاده شناسایی میشن و به شهربانی اطلاع داده میشه، شهربانی اطلاعیه‌ای رو برای دادسرای آبادان و برای بازپرس آقای صرافی میفرسته. آقای صرافی دستور بازداشت متهم رو میده. شهربانی به جای اینکه فوراً در مقام اجرای این دستور بر بیاد، به جهتی که خودش هم در مزان این اتهام بود و بود باید علاقمند می بود که زود این مسئله حقیقتش کشف بشه، به جای دستگیری متهم که وظیفه‌اش بوده و حق کوچکترین تأخیری هم نداشته، شهربانی آبادان این رو به رئیس ساواک خوزستان گزارش میکنه که که بازپرس آبادان از ما خواسته این شخص رو دستگیر بکنم یا نکنم. سرتیپ ولیی رونوشت نامه شهربانی آبادان رو تلفنگرام میکنه برای ساواک تهران، برای کمیته مشترک ضد خرابکاری، که آقا بازپرس آبادان چنین تقاضایی کرده، چه کار کنیم؟ ساواک دستور میده به ساواک اصفهان، سرهنگ تقوی، و عکس متهم حاضر رو که از طریق ساواک خوزستان ارسال شده بوده است تکثیر میکنند و به ساواک خوزستان اصفهان میدن و از اون طریق متهم دستگیر میشه و در اختیار دادسرای آبادان قرار میگیره که ظاهرا آذر یا دی 57 بوده است، روزی بوده است که رژیم اونقدر بدبختی داشته که دیگه اصولا به خیلی از ریزکاری ها نمیرسیده و خیلی از طرحهاش رو دنبالش رو رها کرده بود است. ولی با توجه به این که رژیم برای اینکه
از آهان رو منحرف بکند، از دخالتی که در این واقعه داشته است، روی هاشم منیشتپور که در دادگاه حاضر است و به موقع تقاضا خواهیم کرد که از اونچه که بر سرش رفته است برای دادگاه محترم و حضار توضیح بده، اون همه جنجال میکنه و تمام روزنامه ها رو پر میکنه و حتی برای روزنامه های انگلیسی باج میده تا مطلبی رو که ساواک تنظیم کرده است درباره منیشتپور برای باورندان مردم به اینکه منیشت بوده است که این کار رو کرده است و در رابطه با رهبر لیبی و فلسطین و غیر ذلک بوده و این قصه رو میخواستند به مردم بقبولونند، اون همه جار و جنجال کرده است، چگونه شد که برای متهمی که رفت و دستگیر کرد هیچ خبری هم حتی در هیچ روزنامه‌ای ندادند و هیچ جنجالی نشد، هیچ صحبتی نشد؟ اگر رژیم هیچ کاری در این برنامه بود، چرا نیامد حسین تکولی زاده رو مثل هاشم منیشتپور بده به ساواک و ساواک ازش تحقیق کنه و اظهاراتش رو به عنوان یک حربه علیه نهضت و علیه انقلابیون بزرگ کنه و افشا بکنه کیفیت رو؟ غیر از این بوده است که معالن پای خود رژیم به میان می آمده؟ بنابراین با توجه به قرائن متعدد و دلایل متعددی که به عرض رسیده است و به تدریج در جریان دادرسی به عرض دادگاه محترم خواهد رسید، نظر دادستانی ویژه این هست که متهم حاضر نیز از طرحی که دست در کار اجرای اون بودند و از عاقبت آن نمیتوانسته بی اطلاع بوده باشد و اون مقدار از عملیات که ایشون انجام داده است مبین این است که ایشون از نتیجه اونچه که میخواستند بکنند آگاه بوده است. در این زمینه مطالب دیگری هست که چون فرمودن که وقت دادرسی رو به اتمامه، در جلسه بعد با اجازه ریاست دادگاه اگر مقتضی بود به عرض خواهم رسید. برادران و خواهرانی که یادداشت برای دادگاه میدن، اسامیشون رو حتما زیر یادداشت ها بنویسن و باز از اینکه تا این حد توجه دارید که میبایست نظم رعایت بشه و میشه، از طرف دادگاه و دادسرا تشکر میکنم. وقت دادرسی این جلسه در اینجا تمام میشه و انشاءالله ادامه دادرسی در ساعت 10 صبح فردا خواهد تشکیل.